رژیم آخوندی انقدر با ریزش و شقه شقه شدن و گسست در درون خودش مواجه هست که به نظر میرسه چیز زیادی دیگه دور و بر خامنه‌ای نمیمونه، از رئیس جمهور سابقش که میره بست میشینه تا انبوه ریزش شور و شور در بدنه سپاه و سایر نیروهای رژیم. به نظر میرسه در این وضعیت یکی از معدود نیروها، یکی از معدود عناصر ولایی باقی مونده دور و بر خامنه‌ای پدیده ایست به نام بادمجون، و این رو هم برای اثباتش یک آخوندی رو برداشتن آوردن تو تلویزیون که توضیح بده چرا بادمجون ولاییه. حدس اشک چشم زیاد میکنه. بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادمجان میده، تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. بعد از ارائه این تئوری یا دکترین بادمجون ولایت مدار توسط این آخونده، این موضوع خب خیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هموطنان عزیزمون هم در فضای مجازی به خصوص انواع و اقسام کاریکاتورها و جوکا و نکات طنز رو در موردش گفتن. به نظر میرسه که شونه به شونه اون ابتکار امام مقوایی، حالا بادمجون ولایی داره پیش میره و مطرح شده. دست‌اندرکارهای پیک شادی هم طبعا در این رابطه با ایستی کاری میکردن. حاصل کارشون چیزیست که شما رو به دیدنش دعوت میکنن. بادمجان اولین عشق ولایی منی، بادمجان تو بسیجی و سپاهی منی، بادمجان میوه مشکی جالیز ولی، بادمجان اقتدا کردی تو به سید علی، یادگاری ز امام خفنی، بادمجان تو کلید دولت شیخ حسنی، بادمجان تو سیاه پوش عراق و یمنی، بادمجان حضور بابای ولایت تو همان شام منی، بادمجان ماجرای نحوه برخورد سپاه پاسداران با زلزله زده ها یکی از اون موضوعاییه که این روزا در بین عموم مردم خیلی مورد بحث قرار گرفته. سپاهی که سهمش از بودجه سالانه کشور 8 میلیارد دلار، اینم سهم رسمیشه به غیر از انبوه چپاول‌هاش، و نیروی نور چشمی خامنه‌ای محسوب میشه. حالا وقتی خونه های خشتی مردم و ساختمان های دولتی مسکن مهر خراب شده، اومده جست انسان دوستی میگیره. خب چسبوندن یک نیرویی که رسالتش حفظ دیکتاتوری ولایت فقیه هست و دفاع از دیکتاتور سوریه به درد مردم زلزله زده به قدری مشمئز کننده است که دیگه تیویریش هم مجبور شده یک شوی تبلیغاتی برای فرمانده سپاه درست بکنه که مثلا این مسئله رو جا بندازه. طبعا این شوی تبلیغاتی چون هیچ زمینه‌ای نداره، انقدر با واقعیت صحنه متفاوت بود که بیشتر به ضد خودش تبدیل شد. همکارم صالح در این رابطه بیشتر توضیح میده. صالح سلام، این فیلم به چی پرداخته بود و چرا جنجالی شد؟ ضمن سلام مسعود، این فیلم یک فیلم پر از سوتیه که تولید خود سپاهه و در واقع واکنش سپاه به نفرت مردم از این نیروی ضد مردمیه که توی این زلزله هم شدت بیشتری پیدا کرد. این فیلم رو شب 25 آبان 4 روز بعد از زلزله پخش کردن. از اول تا آخرش هم همش پاسدار جعفری رو نشون میده که مثلا چقدر به فکر مردم و سپاه و بسیج هم دارن کارشون رو خوب انجام میدن و همه چی الان حل شد و هدف فیلم در بردن سپاه و توجیه کردن عدم رسیدگی های حکومت به مردمه. بله، خب بس بپردازیم به سوتی های این فیلم که گفتی سوتی زیاد داره. بله، اولین سوتیش اینه که این همه میخواد بگه که سپاه تو بین مردم بوده، اما حتی یک صحنه هم نداره که پاسدار جعفری به میان مردم رفته باشه. تو همه صحنه ها اطرافیان جعفری همون لباس شخصی های همیشگی و پاسدارها و مقامات خودشون هستند. نکته دیگه اینه که از اول تا آخر فیلم چند بار میگه که بین سپاه و ارتش تقسیم کار بوده و سپاه فقط مسئول روستاها بوده و نه شهرها، که میخواد اینجوری بگه این که سپاه و بسیج توی شهرها نبودن علتش این بوده. مثلا ما مسئولیت ما روستاهاست،
بعد خودمون روستا رو تقسیم می‌کنیم میدیم به یکی با برای هم امداد رسانی هم غذا نان آب اصلا رسیدن بی مردم همه نوازش. خب احساس می‌کنم مثلا سپاه تو شهر مثلا کمک مردم نکرده. نکته جالب دیگه اینه که میگه سپاه مسئول روستاهاست ولی پاسدار جعفری رو فقط توی منطق شهری نشون میده. فقط یک جا جعفری میره توی یک روستا که با این صحنه مواجه میشه که ببینید گویندهش چطور این صحنه رو ماسمالی میکنه. بعد از مدتی فرود اومدیم و وارد جمعیت مردم شدیم. ادعی همراه هم و ادعی متعز. طبیعی هم هست. توی این شرایط پررنج و پردرد که یک باره همه خونه ها از بین رفته هم ادعی عزیزانشون را از دست دادن هر فشاری صدها برابر جلوه میکنه و هر کمکی صدها برابر کوچکتر دیده میشه. بله اعتراضات و نفرت مردم از سپاه طبیعیه، خودشون هم میگه دارن اعتراف میکنن. یکی دیگه از رسالت‌های این فیلم دفاع از مسکن مهره. چون میدونی که مسکن مهر به سوژه جنگ و دعوای باندی تبدیل شده. باند روحانی میگه مسکن مهر مال دوران احمدی نژاد بوده. باند خامنه‌ای هم میگه نه مسکن مهر روی گسل بوده که اینقدر خراب شده. حالا ببینید که فیلم تبلیغاتی سپاه چطور از مسکن مهر دفاع میکنه. فقط دیوارا ریخته. بعضی صفحه‌ها و خیلی از دیوارا. یعنی دیوار بیرونی، این دیوارا معلومه تو نقطه اتصال نداشتن، شبند نداشتن، این دیوارا برگشته. اما خود ساختمان مسکن مهر که اول اصلا خراب بوده. درسته. دیوارا رو شناژا درسته، قفل بندا درسته، همه ستونا کارشون درسته. دیوارا نه، دیوارا ردیف. این دیگه یک معنای جدیدی میده به وقاحت دیگه. با کمال پررویی میگه همه کاراشون درسته، فقط دیوارا ریخته و بعضی سقفا. خب مگه خونه به غیر از سقف و دیوار دیگه چیز دیگری داره که ریختنی باشه؟ بی خود نیست که الان هم هرچی میگردن سازنده این ساختمونا رو پیدا نمیکنن، اصلا نمیدونن کی ساخته. بله همین مسکن مهر که الان گفتی تبدیل شده به یکی از اختلافات بسیار برجسته بین دو باند نظام. یاد ببینیم که به کجا میرسه، چون خودشون هم خیلی از این میترسن که اینم الان به یک سوژه جدید برای اعتراضات تبدیل بشه. چون یک پروژه مسکن مهر یک پروژه کاتاکلفت تو کل نظامه که با 10-12 میلیون نفر سر و کار داره و بودجه هنگفتی هم هزینش کردن، ولی الان معلوم شده که این هم فقط یک پروژه بوده که پولاشو چاپیدن و خونهای خرابش برای مردم مونده. اما از اینکه بگذریم، اگر بخوام برگردم به همون سوال اول شما که چرا این فیلم جنجالی شد، یه سکانسی داره این فیلم که پاسدار جعفری یه جایی وسط خیابون وایستاده و با یه تلفن داره اینور اونور مثلا تلفن میزنه که سریع امکانات بفرستید. هلال احمر، هلال احمر همدان، اگر یه چیزی ته انبارش بذاره نباید بذاره، باید هر چیه صاف کنی بری باشون صحبت بکنی، هر جوریت بگی بعد وقت از جای دیگه بذارم اونجا خودشون. حالا توی این صحنه یه جایی هست که یکی مثلا شماره رو میگیره، گوشی رو میده دست پاسدار جعفری، ولی روی گوشی هنوز دکمه سبز روشنه به علامت اینکه تماسی با این گوشی گرفته شده که هنوز جواب داده نشده. چون علامت سبز فقط زمانی میاد روی گوشی که یک نفر با شما تماس گرفته باشه. حالا این موضوع دیگه خیلی جنجالی شد که آیا توی این صحنه واقعا جعفری داره تماس میگیره یا داره فیلم بازی میکنه. خب مگه مثلا خب بقیه قسمت‌های فیلم واقعی بوده که بگی این صحنه فقط داره فیلم بازی میکنه؟ ببین اصلا مصنوعی بودن همین صحنه و دیالوگ‌های جعفری که جای خود داره، ولی این موضوع به لحاظ فنی توی فضای مجازی خیلی مورد مجادله قرار گرفت. از یک طرف بعضی از مالکش‌های پاسدار جعفری تحت عنوان ژورنالیست اومدن فیلم‌هایی تهیه کردن که ثابت کنن که جعفری داشته با یکی دیگه صحبت می‌کرده، تماس پشت خطی براش اومده، یعنی داشته با یکی صحبت می‌کرده، یکی دیگه بهش زنگ زده که اینطوری نمایش داده شده. من توجه شما جلب میکنم به این تستی که دیگه هیچ ردخور نداره. ببینید الان من با این خط دارم زنگ میزنم به این سامسونگی که مدل همون گوشیه که دست سر داره. خب خاموش نمیشه طبیعتا، نباید هم بشه. من الان اینو وصل میکنم. ببینید. پس سنسور سالمه، هیچ مشکلی هم توش نیست. حالا با خط دوم تماس میگیرم. الان این خط در جریان بود. ببینید خط دوم. من هر کاری بکنم خاموش نمیشه. البته از اون طرف هم خیلی از جوان‌ها همین آزمایش رو با تلفن‌های مشابه انجام دادند
و نتیجه گرفتند که حتی اگر در حال تماس بوده باشه و یکی دیگه هم بهش زنگ زده دکمه سبز میاد، ولی وقتی گوشی رو به صورت بچسبونی باید صفحه سیاه بشه که برای جعفری نمیشه. ببینید خوشخطی من وقتی میاد از گوشم فاصله میدم فاصله میفته، ولی وقتی بازم نزدیک گوشم باشه صفحه خاموشه. پس بنابراین این درست نیست و سردار جعفری خوشخطی نداشته. حالا این بحث به شدت تو فضای مجازی داغ شد که بالاخره تلفن پاسدار جعفری از کدوم مدل بوده که این امکان رو داشته یا نه. ولی این وسط خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه رژیم اومد یک فایل صوتی منتشر کرد تحت عنوان گفتگوی کامل جعفری با اونی که اونور خط بوده، که این فایل صوتی به جای اینکه ختم ماجرا بشه خودش دوباره به پماد دامن زد. سلام علیکم. سلام جان، شما خوبه؟ بسیار شما متشکرم. خوش خدمت آقا. سلام علیکم. سلام علیکم جان. خدا قوت. احوال شما؟ ممنون، خدا رو شکر. خدا رو سر زمان داشت. شما خوبید؟ خدا قوت. میگم لشکرتون توی منطقه کورموش بود یا نبود؟ بله بله، چرا نبود؟ بود اینجا؟ بله بله بله. کورموشی؟ حالا چرا میگی این فایل صوتی به ابهامات دامن زد؟ چون مگه تو فایل صوتی مشخص نمیکنه که جعفری داره با کی حرف میزنه؟ نه دیگه، یکی از ابهاماتش همینه که مثلا رفتن صدای اون کسی که اون بر خط بوده رو گیر آوردن، ولی اسمشو گیر نیاوردن، فقط گفتن یکی از مسئولان سپاه. ابهام دیگه‌اش اینه که نگفتن چطور این فایل صوتی این مکالمه رو پیدا کردن، چون اونطور که از فایل صوتی مشخصه انگار که یک نفر در اون بر خط منتظر بوده و این صدا رو از اون بر ضبط کرده. ولی ابهام بزرگترش اینه که مثلا خواستن برای مستند کردنش این فایل صوتی رو اومدن قسمت‌هایش رو با فیلمش همتراز کردن، ولی معلوم نیست پس چرا اول فایل صوتی با اون چه که توی تصویر می‌بینیم همخونی نداره. سلام علیکم. سلام جان، شما خوبه؟ بسیار شما متشکرم. خوش خدمت آقا. مشکل دیگه فایل صوتی اینه که آخرش هم صدای پاسدار جعفری تون صداش عوض میشه. حالا معلوم نیست که وسط تماس یک دفعه سرما خورده، گلوش گرفته، چی شده، ولی به یک دلیل نامعلومی صداش ولی تا آخر که میره عوض میشه. لشکرتون توی منطقه کورموش بود یا نبود؟ بله بله، چرا الان اینجا چادر میخوام مردم، آب معدنی، پتو، چادر چی حالا؟ برید آره برید تو بازار الان تا شب نرسن این بازار تقریبا این چادرای گروهی رو بخرید بفرستید. چش چشم با من. بسیار خوب. چش میتونی ها هستی این چادر مسافرتی ها که الان توی این سرچشمه و نمیدونه. بالاخره به دلیل همین شک و ابهامات باز دوباره خیلی ها گفتن که اینم صدا گذاری بوده و واقعی نیست. حالا اصلا گیریم که واقعی هم می بود، باز چیزی از مسخره بودن کل این فیلم و این صحنه‌سازی که طبعا کم نمیکنه. یعنی داره نشون میده که چقدر سپاه منفوره که مجبورن یه همچین فیلمی براش بسازن، وگرنه که خب سپاه کمک کرده بود که نیاز به این فیلم نبود، خود مردم گواهی میدادن. ولی الان وقتی تو همه فیلمایی که از مردم هست تا اسم سپاه میاد میگن سپاه کدومو، فقط نفرین مردم شنیده میشه، طبعا اینا باید همچین واکنشی نشون بدن. مثلا اونجایی که روحانی رفت تا گفت سپاه مردم هو کردن. در کنار شما قرار گرفتن نیروهای دولتی، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، هلال احمر. اتفاقا خود همین فیلم تبلیغی هم در انتها اعتراف میکنه که با وجود همه این تبلیغات اون چه که در فضای مجازی از زبون مردم منتشر میشه کماکان نفرت و انزجار از سپاه. مدیریت منسجم سرعت رسیدگی رو بالا برده. کامیون ها به سرعت میرسن و محموله ها به دقت تقسیم میشن. برنامه کمک رسانی با حضور بچه های بسیج جدی تر شده. هوای برادری اینجا حسابی گرمه و تو فضای مجازی هوای اخلاق هنوز ابریه. امیدوارم همینطور که این نیروهای امدادی توی هر لباس و هر موقعیتی فکر و ذکرشون سامون دادن به وضعیت این مردمه، بازیکنای سیاست و عرصه بی اخلاقی ها هم به حال مردم فکری کنند. بله خب اونچه که روشنه اینه که 100 تا دیگه هم از این فیلم های صد من یک قاز درست بکنن نمیتونن از منفوریت سپاه چیزی کم بکنن. سپاهی که با
اسکله قاچاق و مؤسسه های مالی پول ملت رو داره میچاپه، سپاهی که فیشای نجومی به جیب فرمانده‌هاش سرازیر میشه، خب مگه میاد به مردم کمک بکنه؟ اینا اگه میخواستن کمک بکنن همون پول مالباخته ها رو پس میدادن، دیگه نیازی به این فیلم ها نبود. بنابراین این فیلم ها هیچ کس رو فریب نمیده، برای کسی اعتبار نداره و اعتبار نهایی حرف های مردم زلزله زده است که میگن هیچ خبری از سپاه در این صحنه ها نبوده. به خدا 100 ماشین دو تاش مال سپاه، بیشتر دولت کمک کرد یا مردم؟ دولت کجاست آقا؟ دولت کمک دولت کجاست؟ 4 تا ماشین به من نشون بده. چند تا سرباز اونجا بود، گفت آقا مال سپاه، گفتم چرا میگی مال سپاه؟ مال سپاه کجاست؟ مال ملت شما اونجا جلو گرفتی انداختی تو ماشین دولتی آوردی اینجا. فیش یعنی اون که باش پولمو میگیرم، مطمئن هستم که از خوشی میمیرم. فیش یعنی 100 میلیون تو جیبم میذارن، مطمئن هستم که همشون این کارن. پیش میشه مشکل ساز وقتی که لو میره، مطمئن باش اینجا پای همه گیره. پیش یعنی پول مفت، پیش حقوقی من رئیس جمهور باشی یا مدیر. نمیزنم در جا من اینجا پامبن نیست میخورم از سجا از آقا مجتبا مگه چی کم دارم بیخیال این فیش بیخیشم پول دارم. فیش میشه مشکل ساز وقتی که لو مطمئن باش اینجا پای همه.